ثم التفت إلى أهل المجلس وقالت فيكم وعهد قدمه إليكم وبقية استخلفها عليكم كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع والضياء اللامع بينة بصائر منكشفة سرائر منجلية وظاهر مغتبطة به أشياء قائدا إلى الرضوان اتباع مؤد إلى النجاة استماع. سلام و خسته نباشید خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. با برنامه خطبه آسمانی در خدمت شما هستیم. وقتی خبر غصب فلک به خانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رسید، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها با عده‌ای به مسجد پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله آمدند و با مردم سخن گفتند و به حمد و ثنای پروردگار بزرگ و بلند مرتبه پرداختند و به معرفی صفات پروردگار مشغول شدند و علل بعثت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله را برشمرده و به ارزش‌های پیامبر صلوات الله علیه و آله اشاره فرمودند و شهادت وی را دردناک شمرده و درود بر او فرستادند. آنگاه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خطاب به مردم کردند و فرمودند شمای بندگان خدا، پرچم داران امن و نهی او و حامیان دین و وحی او و امین های خدا بر یک دیگر و مبلغان او به سوی امت ها هستید. زمامدار حق خود در میان شماست و پیمانی است که پیشاپیش به سوی شما فرستاده و باقی مانده است که برای شما باقی گذارده و آن کتاب گویای الهی و قرآن راستگو و نور فروزان و شعاع درخشان است که بیان و حجت‌های آن روشن و اسرار باطنیان آشکار ظواهر جلوه‌گری می باشد. پیروان قرآن مورد قبطی جهانیان و تبعیت از او خوشنودی الهی را باعث می گردد و شنیدن آن راه نجات است. متنی که براتون گفتیم حاوی نکات بسیاری بود که مجدداً براتون تکرار می کنیم. مردم پرچمداران امر و نهی خداوند و حاملان دین و وحی خداوند هستند. امام علی علیه السلام پیمان خدا و باقی مانده الهی در میان مردم است. امام علی علیه السلام زمامدار حق در میان مردم است. قرآن کتاب گویای الهی و حاوی ارزش‌های فراوانی است. قرآن دارای حجت‌های روشن و اسرار باطنی و ظواهر جلوه‌گری است. شنیدن کلام الهی موجب نجات انسان هاست. با تشکر از اینکه ما رو تحمل کردیم، یا حق، خدا نگهدار.